مسئولان مواکب و حیات حسینی شهر مقدس کربلا با حضور در بیت مرجعیت شیعه آیت الله عزما شیرازی مدزلو با معظم الله دیدار کردند در این دیدار مرجعیت معظم طی سخنانی ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها از زحمات حیات و مواکب عزاداری تشکر کردند مرجعیت شیعه در ادامه با اشاره به تاریخ کهن کشور اراق افزودند از زمانی که حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام به عراق آمدند روح فداکاری در راه اهل بیت علیه السلام در کالبد مردمانش دمیده شد ایشان در ادامه افزودند امروز نیز عراق همچنان عراق اهل بیت علیه السلام است عراق امیر مؤمنان عراق امام حسن و امام حسین عراق موسی بن جعفر و جواد الائمه عراق امام هادی و امام حسن عسکری علیهما السلام است سرزمین عراق عراق مولای ما حضرت صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجا شریف است عراق فداکاری ها فضائل و بزرگواری ها است معظم الله حفظودند عراق امروزه نیز نیازمند فراگیری و آموختن سیره اهل بیت علیه سلام است و لذا منطبق شدن با فرهنگ ایشان مسئولیتی بر عهده همگان است مرجعیت شیعه در ادامه سخنان خود مدیریت جهان را ظالمانه دانستند و با طرح این سوال که هر روز چند نفر از گرسنگی میمیرند گفتند در تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و آله علی فقیر یافت نمی شود که بر فقر خود باقی مانده باشد و حتی رئیس حکومت گرسنه می و غذای خود را به گرسنه میداد چرا که وقتی خود او گرسنه باشد دیگر در حکومت او گرسنه پیدا نخواهد شد ایشان سپس با اشاره به جنایاتی که در عراق توسط کسانی که خود را جانشینان پیامبر معرفی می‌کردند، رقم خورده است افزودند در تمام تاریخ رسول خدا صلی الله حتی یک کشته سیاسی وجود ندارد این در حالی است که در قرآن کریم یک سوره در مذمت مخالفان ایشان نازل شده و در توصیف آنان فرموده است قطعا منافقان در پایین ترین درک دوزخ هستند با این حال ما سرفرازانه اعلام می کنیم در حکومت رسول خدا و امیر سلام الله علیه ما با وجود تمام مشکلات حتی یک کشته سیاسی وجود نداشت مرجع علی ادامه دادند مردم عراق در ماجرای انقلاب سال 1920 میلادی در پی فتوای میرزای شیرازی در برابر انگلستان بزرگترین قدرت جهان آن روز ایستادن و ثابت کردند که هرگز بجز در برابر خدا و اهل بیت علیه و سلام در برابر هیچ کس سر تعظیم فرود نمی آورند. مرجعیت شیعه سپس از مردان و زنان مؤمن در سراسر سر جهان خواستند با مطالعه سیره پیامبر صلی الله علیه و آله علی این آموزه ها را از طریق وسایل ارتباط جمعی به جهانیان معرفی کنند. ایشان افزودند بدون تردید اگر امروزه اسلام حقیقی در جهان منتشر شود مردم جهان برای گرویدن به اسلام رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام از یکدیگر سبقت میگیرند معظم الله در پایان سخنان خود از خدای منان خواستند همگان را در ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم السلام موفق گرداند شاین ذکر از سخنان مرجعیت شیعه آیت الله رازی شیرازی دامزلو توسط 20 شبکه ماهوارهای به پنج زبان زندگی دنیا پوشش داده شد